همه شما همراهان همیشگی، به خصوص رفقای باصفا و بامرانی که تو واشنگتن دوم صیدلی رو چیدن و یه حال اساسی از نوچه‌هاش گرفتن. و اما بریم سراغ موشکافی میشه که از اون موشکافی های پروپیمونه. این شما و این خرچنگ امامدار نظام. این ملت فرمایش امام رو بارها به گوش شنیده که اگر ذره ای بخواهند آسیب برسانند دندانهای امریکا رو در دهانش خود میکنیم. یواش آجی به پای ها چپ نکنی. آخه بابا سید علی واسه خلاصی از تحریما تا بالا انداختن پیک اول زهر رفته، الان که دیگه نمیتونی یهو وسط زهرخوری بیفتی به دندون خورد کنی. امریکا لااقل در تجربهش نشون داده هیچی با مذاکره به کسی نداده، هیچ نم پس ندادن با مذاکره. اینها فقط زبان مقاومت را میفهمند. خب اگه تجربه داری، اگه میدونی توف هم کف دست سید علی نمیذارن، خب چی زورتون کرده برید مذاکره؟ مگه نمیگی گردنت کلوفته، دندون خورد میکنی، فکر میاری پایین؟ خب نرو مذاکره. ما با دیپلماسی فعالی که در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری عزت، حکمت، مصلحت باشه، مصداق نرمش قهرمانانه باشه، مقاومت رو در تنافی با این گونه دیپلماسی ها نمیدانیم. اینجا هم میدان جنگ، صحنه رزم. ما به دیپلماتامون که در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش میکنن جدا خسته نباشید میگیم و به صراحت میگیم تلاش های شما که در این راستا، راستای اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد، یقینا مورد حمایت ملت هست. رو برم، تو همین الان داشتی میگفتی هیچی پس نمیده، میخوان دندونش خود کنی، بعد حالا یه دفعه چپیدی تو چارچوب رهنمودهای عظما. به این میگن تلو تلو خوری به سبک خرچنگ نظام. خب همینجوری میشه که بسیجی ها گیج میشن و قات میزنن دیگه. تو یه جمله بگو بالاخره سید علی چه غلطی میخواد بکنه؟ وقتی که مسئول سیاسی اتحادیه اروپا به صراحت میگه ما فشار و مذاکره را همزمان پیش میبریم، ما هم میگیم به فضل خدا ما شعار مرگ بر آمریکا و مذاکره را با هم پیش میبریم. آقا رو عجب رویارویی. بابا اون که میگه فشار ماده داره، با تحریم عظما و کل سگ و سیله‌هاشو فشار میده، اما شما وقتی عربده مرگ بر آمریکا میکشید ماکسیموم فشاری که میاد به گلوتونه. آقا تلو تلو خورون سید علی رو خوب به نمایش گذاشتی، حالا جای این رود درازی ها برو سر اصل مطلب، بگو ببینم درد اصلی سید علی چیه که به این روزش انداخته. اون وقت خنده داره گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر این جنایتکار رو که در خط مقدم زیر پا گذاشتن حقوق بشر هست نمیبینه، میاد در ایران گزارشی که تروریست های ایرانی براش نوشتن به عنوان گزارش به سازمان ملل عرضه میکنه. پر واضح هست گزارشات سوس بی پایه بی محتوایی که تروریست ها نوشته باشن به پشیزی ارزش نداره. آها گرفتم، خرچنگ تروریست، تازه کجاشو دیدی؟ گزارش که سهله،
جواز کفن و دفن نظامت هم برات می نویسن. پس معلوم شد اون روز که گلو پاری می کردی که نمی دونم ما تایر به سرها و قره تو کمرها و کمک فنرها، منظورت همین تلو خوردن ها و شیلنگ تخت انداختن های پوشالی بوده ها؟ به دنیا میگویی ما امامه به سرها حامی نظام اسلامی هستیم. به دنیا میگوییم ما تایر به سرها، ما دست به تبرها، ما قر تو کمرها، ما قند اصلها، ما کمک فنرها، از تو بیت آقا میریم اونور دنیا. بیا قربون آقا، بیا ها ها ها، بیا ها ها ها. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.